ادامه این خبرها از کشور. ناتو یک پایگاه نظامیش در ولایت فاریاب را به نیروهای افغان واگذار کرد. این پایگاه 6 سال پیش توسط نیروهای نروژی در میدان هوایی میمنه ایجاد شده بود و اکثر عملیات‌های نظامی نیروهای خارجی به ویژه بر ضد شورشیان و تدارک برنامه‌های انکشافی در فاریاب از این محل اجرا می‌شد. پس از 6 سال سرانجام پایگاه نظامی نیروهای خارجی در فاریاب با نیروهای امنیتی افغان واگذار شد. مسئولان امنیتی در فاریاب میگویند این پایگاه در اجرای ماموریت‌های نظامی برای نیروهای افغان میتواند مؤثر باشد. به این کم تقریبا به حدود 700 نفر الى 800 نفر گنجایش دارد و اینا بارکای سربازاست و بارکای ریایشی به افسراست و شعبات دفاتر میگوارم. وزیر دفاع نروژ که در مراسم تحویل دهی این پایگاه به مسئولان افغان با فاریاب سفر کرده است میگوید همکاری نیروهای نروژی در چوکات آیساف برای برنامه‌های توسعه‌ای و حمایت از نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد یافت. در واقع نیروهای افغان هم در این پایگاه جابجا میشوند و هم در کمپ اردوی ملی و نیروهای ما به مزار شریف انتقال مییابند و در کنار دیگر نیروهای خارجی که از ملیت‌های مختلف افغان هستند با آنها در فرماندهی زون شمال باقی میمانند و نیروهای افغان را حمایت میکنند. وزیر دفاع نروژ میگوید تا 3 هفته دیگر تمام نیروهای نروژی مستقر در این پایگاه فاریاب را ترک میکنند. در 6 سال گذشته 10 سرباز نروژی در جنگ افغانستان جان باختند و یک نظامی این کشور به دلیل قتل یک مرد ملکی افغان محاکمه شده است. اگر تا 6 ماه دیگر از تخریبات آبخیزی دریای آمو جلوگیری نشود، ولسوالی قرقین ولایت جوزجان از نقشه طبیعی افغانستان حذف خواهد شد. شمار از نمایندگان مجلس سنا و باشندگان این ولسوالی با اظهار این مطلب میگویند حکومت باید برای حل این مشکل اقدام فوری کند. وزارت انرژی و آب با پذیرفتن ادامه تخریبات سواحل آمو میگوید برای تحکیم کاری سواحل این دریا بیش از 1 میلیارد دلار و 15 سال نیاز است. مسافر قوقندی گزارش می‌دهد. شماری از نمایندگان مجلس سنا و باشندگان ولسوالی قرقین ولایت جوزجان میگویند تخریبات آبخیزی‌های دریای امو تا 400 متری ساختمان اصلی این ولسوالی رسیده است. آنان هشدار می‌دهند که اگر حکومت دست به کار نشود تا کمتر از 6 ماه دیگر ولسوالی یاد شده از نقشه طبیعی و سیاسی افغانستان حذف خواهد شد. یعنی 600 متر آب نزدیک شود دیگر ولسوالی نداره. تقریبا 500 متر در ولسوالی قرقین مانده دریا. اگر در یک ماه یا در دو ماه سر از این کار نکنن در دو ماه یا در سه ماه خلاص میشه ولسوالی قرقین از بین میره. تقریبا در ماه مبارک رمضان در یک ماه 225 فامیل از یک قریه ولسوالی قرقین به نام قریه دینار است از اونجا گرفته. 180 شب برده 20 پیسدش مانده 400-500 متر در ولسوالی قرقین چیز مانده بیایه به ولسوالی تخریب کنه. وزارت انرژی و آب با پذیرفتن ادامه تخریبات در سواحل عمو میگوید که 700 نقطه آسیب پذیر شناسایی شده و تا حد امکان کار روی بعضی از این نقاط ادامه دارد. به گفته مقام ها در این وزارت 5 میلیون دلار در سال گذشته، 3 میلیون دلار در سال جاری و برای سال آینده نیز 5 میلیون دلار را در بودجه برای تحکیم کاری سواحل عمو پیشنهاد کردند، اما با در نظر داشته بزرگی ساحه کافی نیست. عرض کردم که بیش از 1 میلیارد دلار ضرورت داره و این کار کم از کم بیش از 10 الی 15 سال زمان ضرورت داره. این نخستین بار نیست که نمایندگان مردم در مجلس و یا هم باشندگان محل از ادامه تخریبات سواحل آمو اظهار نگرانی میکنند. بارها باشندگان ولایت های بلخ، جوزجان، کندز و تخار که در کنار دریا اند از ادامه تخریبات این دریا متضرر شدند. دریای آمو که افغانستان را از سه همسایه شمالی اش جدا میسازد 1200 کیلومتر طول دارد. خبر اخیر از کشور این که وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین امروز از 11 سالگرد شهادت قهرمان ملی و هفته شهید گرامی داشت به عمل آورد. وزیر کار و امور اجتماعی تجلیل از یاد خاطرات شهدای جهاد و مقاومت مردم افغانستان را احترام گذاشتن به ارزش های یک جامعه می داند که با ریختن خونشان آزاد زیستن را به نسل های بعد از خودشان به ارمغان آوردند و استقلال طلبی را به مردم آموختند. سایر سخنران این مراسم شهدای افغانستان را متعلق به همه اقوام افغانستان دانسته گفتند که نباید از نام شهدا برای برتری جویی یک قوم بر قوم دیگر استفاده صورت گیرد. تجلیل از هفته شهید در افغانستان از امسال بعد به صورت رسمی در قوانین نافذه کشور درج گرده و همه سال از آن در سراسر کشور یاد بود به عمل می آید.
این هم یک مطلب اقتصادی. مسئولان برق ولایت ننگرهار میگویند بند برق درونته سر درز کرده و اگر به زودی به آن رسیدگی نشود این بند تخریب خواهد شد. آنان میگویند ماشین های این بند نیز به حد کهنه است و توان کار را ندارند. در همین حال مسئولان محلی ننگرهار میگویند اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا با منظور بازسازی این بند 31 میلیون دلار وعده کمک کرده است. محب الرحمن مومن رئیس برق ولایت ننگرهار میگوید در بند برق درونته سه درز بزرگ ایجاد شده و اگر به آن رسیدگی نشود امکان بزرگ شدن این درز ها وجود دارد. با گفته وی در صورتی که این درز ها بزرگ شوند بند برق درونته از بین خواهد رفت. در همین حال او میگوید ماشین های موجود در این بند به دلیل کهنگی بیش از حد توان کار را ندارد و باید بازسازی شود. با گفته رئیس برق ننگرهار در صورتی که این ماشین ها بازسازی شود میزان تولید برق این بند به دو برابر افزایش خواهد یافت. آقای مومن از ادارات دولتی ننگرهار نیز میخواهد تا قرضه های برقشان را بپردازند. دا پخپل د بند په کاسه کې دوه درې درزونه دی، یو د پخپل د کانال کې چې نن سهار ما دلی ولید یو کسر شته دی. دغه کسرونه موږ پخپل کولای شو چې په خپل پرسونل په ذریعه باندې خو موږ ورته دغه نه لرو. در همین حال ګلاغا شیرزای والی ننګرهار میگوید اداره انکشافی ایالات متحده امریکا 31 میلیون دلار به منظور بازسازی این بند وعده کرده و به زودی کار بازسازی این بند آغاز خواهد شد. یو 10 میلیون ډالر به د درونټه درې توربینونو په جوړیږي او دغه رنګ از ماڅخه د 2 میلیون ډالر خوای شو کی چې به 3 میلیون ډالر تر سره کومک وسی. این در حال است که 4 سال پیش نیز کار بازسازی این بند به هزینه 5 میلیون دلار از هزینه دولت افغانستان و کمک شماره از مؤسسات خیریه از سوی یک کمپانی روسی آغاز شد، اما گفته می شود به دلیل بی‌توجهی مقام ها و فساد در این کار بازسازی این بند ناتکمیل ماند. بیننده های گرانقدر سلام، بر شما با سپاس فراوان از تمامی همکارانم توجه نمایید و پیشگویی وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ کشور که بر اساس درجه سانتیگرید پیش بینی شده است. پایتخت کشور ما فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین ابد هرات نیز آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 16. مزار شریف همچنان فردا آفتابی میباشد، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 27 و جلال آباد نیز آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6 پایین‌ترین 25. سرانجام کندهار فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 25 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. سپاس از همراهیتان، شبتان خوش. مجموعه خبری این ساعت به پایان رسید. از همراهیتان سپاس. ایام بد کامتان.